حدود 6 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. جناهای مختلف حکومتی یه بیانیه هایی رو صادر کردن، خودشون رو آماده کردن و که کاندیدا بدن واسه انتخابات. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه خارج کشورش، تو این زمینه بیانیه ای رو صادر کرده. هاشمی رفسنجانی همچنین در این مورد حرف زده و رو سایتش چیزایی نوشته در این مورد. در این زمینه آذر مدرسی رو دعوت کردیم، تلفنی رو خط تلفن هستن و جزئیات بیشتر این جدال ها و کشمکش هایی که قبل درستانی انتخابات در بین جناهای جمهوری اسلامی موجوده رو بیشتر باز میکنیم. آذر مدرسی، مرسی که اومدی به برنامه. خیلی متشکر. با مقدمه کوتاهی که گفتم، جدالایی که درون جناهای مختلف جمهوری اسلامی موجوده در رابطه با انتخابات، این اوضاع از چه قراره؟ بیشتر این مسائل مخصوصا تو این وضعیت کنونی کشور دلیل چیه که جناهای مختلف دوباره خودشون رو دارن بازتعریف میکنن، بیانیه صادر میکنن؟ داستان از چه قراره؟ ببینید، انتخابات های جمهوری اسلامی همیشه امکانی بوده و یه محملی بوده برای اینکه جناهای مختلف جمهوری اسلامی، بخش های مختلف بورژوازی در حکومت، سیاست های خودشون و سهم خودشون رو در چه قدرت اقتصادی و چه قدرت سیاسی یک بار دیگه باز تعریف بکنن و هر بخشی تلاش بکنه که سیاست خودش رو و همینطور سهم خودش رو چه در اقتصاد و چه در سیاست جامعه ایران تعیین بکنه و سهم بیشتری رو داشته باشه. امسال هم مثل هر دوره انتخابات دیگه، همونطور که خودتون به گوشه هایش اشاره کردید، ما شاهد به اصطلاح حاد شدن تنش و کشمکش بین جناهای مختلف درون جمهوری اسلامی هستیم و جدال های کهنه دوباره یک بار دیگه خودش رو در قالب های جدید داره بیان میکنه و صفبندی های قدیم داره دوباره به هم میخوره و صفبندی های جدیدی به وجود میاد. شاید خوب الان قبل از هر به اصطلاح جناحی، اگه یه نگاهی بکنیم به جناح خود جناح اصولگرایان، شکافی که بینشون بوده شاهدش هستیم که داره عمیق‌تر میشه. شکافی که بین جناحی که مشهور به جناح احمدی نژاد و طرفدارانش و طرفداران ولایت فقیه که توی مجلس اکثریتی رو دارن، از مدتی پیش حتما همه تو جریان هستن. این دعواها یه مقدار زیادی بالا گرفت به بهانه بازدید رئیس جمهور از زندان اوین. یه کشمکش جدی بین به اصطلاح احمدی نژاد و جناح مقابل شکل گرفت که با دخالت خامنه ای مجبور شدن به اصطلاح کوتاه بیان دو طرف و متوقف کردن درگیری رو. بعدش مجلس دوباره تعرضی رو به احمدی نژاد کرد در مورد طرح سوال و به یک نوعی استیضاح رئیس جمهور توی مجلس و تغییر قانون انتخابات، که هر دو رو باز هم با فرمان خامنه ای کوتاه اومدن و کنار کشیدن، عقب کشیدن در مقابل احمدی نژاد. این جدال داره به طور جدی، یکی از جدالهای جدی و تعیین کننده است تو مجموعه جدالهایی که هست. و اگه نگاه بکنیم به طور دائم این کشمکش ادامه داره و تا حالا حداقل چیزی که شاهد بودیم اینه که احمدی نژاد یک سر سوزن کوتاه نمیاد و جناح مقابل رو با دخالت‌های خامنه‌ای به یه درجه‌ای داره وادار به عقب نشینی میکنه. اگه باز به جناح احمدی نژاد نگاه بکنیم، کماکان دوباره تو آخرین اصطلاح سخنرانی که در یکی از این اجلاساش داشته، دوباره بر سر اختیارات دولت، دوباره بر سر قانونیت و دوباره بر سر کم کردن نقش دستگاه مذهبی توی به اصطلاح دستگاه دولتی و حکومت دوباره داره تاکید میکنه و تعرض خودش رو داره کماکان ادامه میده. تا اونجا که به اصولگرایان برگرده، دعوا همون دعوای قدیمی تره، دعوایی که احمدی نژاد به عنوان نماینده یک بخشی از بورژوازی ایران که میخواد سهم بیشتری رو چه در اقتصاد و به ویژه در سیاست داشته باشه و خواهان اینه که نقش مذهب توی دولت و نقش دستگاه مذهبی و ولی فقیه و این هیرارشی مذهبی کلن تو دستگاه دولت کمتر بشه، نمایندگی این بخش رو داره میکنه و تلاش داره میکنه
با شعارهایی و یا با یا مطالباتی بر سر اینی که مذهب باید نقش کمتری داشته باشه، قانونیت باید در جامعه بیشتر باشه و باید امنیت سیاسی و قضایی و اقتصادی رو برای بخش وسیع‌تری از سرمایه تأمین کرد که بتونه سرمایه در ایران روی پای خودش بایسته، داره کماکان جدال قدیمیش رو پیش میبره و جناح مقابل کماکان داره بر سر به اصطلاح دفاع از ولایت فقیه و دفاع از دخالت رسول نقش مذهب و دستگاه مذهبی، اساسا نقش دستگاه مذهبی و اون بخشی از بورژوازی که اتکاش به دستگاه مذهبی هست روی اون بخش داره تکیه میکنه. به هر حال دعواهای قدیمی تر در بورژوازی ایران، بورژوازی در قدرت برای سهمبری از قدرت، ولی همونطور که گفتم شکل جدیدی گرفته، صفبندی ها داره جدید میشه و میتونیم تو ادامه مصاحبه روی صفبندی های جدید و وضعیتی که جناح‌های از قبل داشتن بیشتر صحبت بکنیم. ولی اونجا که به انتخابات برمیگرده ماجرا همیشه از این قرار بوده و امسال هم از این قراره. چه فرقی داره این جدال‌های کنونی با دوره‌های قبلی؟ آیا فرقی داره با دوره‌های قبل؟ ببخشید، با دوره‌های قبل که انتخابات می‌شد یا صدر جمهوری، یا فرقی داره این جدال‌هایی که الان هست؟ ببینید، نفس جدال همون جداله، نفس دعوا همون دعواست، نفس به اصطلاح کشمکشی که اون وسط هست، نفس کشمکش همونه. مسئله سهم‌خواهی یک بخش از بورژوازی لیبرال تو ایرانه که تاریخاً از زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، سهم هرچه کمتری در قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی داشته. در قدرت اقتصادی توی دوره‌های مختلف و به تدریج به اصطلاح سهم بیشتری رو پیدا کرده و الان چیزی که مانعشه و چیزی که به عنوان مانع مقابل این بخش از بورژوازی قرار داره، مسئله سیستم حکومتی، مسئله دخالت مذهب و مسئله دخالت دستگاه مذهبی، شاید درست داره بگیم تا خود مذهب، دخالت دستگاه مذهبی و اتوریته بالای دستگاه مذهبی توی سیستم جمهوری اسلامی داره که به درجه زیادی ناامنی جدی رو بر سرمایه توی ایران داره تحمیل میکنه. دعوا همون دعواست، ولی صفبندی ها فرق کرده. اگه ما تو دوره مثلا اصلاح، تو دوره خاتمی این رو داشتیم که یه جنبش اصلاح طلب بود که با جمهوری اسلامی اصلاح بشه، یه تو مقدار لیبرال بشه، یک مقدار به اصطلاح فضای باز سیاسی و گشایش سیاسی به وجود بیاد و این شکست خورد، این بخش از بورژوازی عقب رفت و تو انتخابات دوره گذشته سبز رو داشتیم که با پرچم اصلاحات سیاسی، مدنی، فرهنگی تونست یک بخش از جامعه رو به خودش متوهم بکنه و با این پرچم وارد جدال شد. امسال اون سبز به اون صورت به هیچ عنوان موجود نیست. اصلاح طلبان و کلن اون بخش از بورژوازی که این پرچم رو بلند کرده بود، امروز شاید ضعیفترین، بی افقترین، بی سیاستترین و بی استراتژیترین به اصطلاح بخش بورژوازی ایران هست که همیشه دستی در قدرت داره ولی همیشه علاقه داره به عنوان اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی ظاهر بشه. صفبندی ها داره تغییر میکنه. اگر قبلا موسوی و کروبی تو رأس اصلاحات مدنی و کم کردن دخالت دستگاه مذهبی بودن، امسال احمدی نژاد این پرچم رو از دست سبز گرفته و این پرچم امروز مدافع سرسختش یا کسی که قدرت و توان اون رو داره در مقابل دستگاه ولایت فقیه عرض اندام بکنه و به عقب نشینی وادارش بکنه، تحت عنوان اینی که جدال‌ها رو خاتمه بدید، ده دنوانه اینی که تا انتخابات نباید جدال جدی بین جناح‌های اصولگران قرار بگیره. امروز احمدی نژاد پرچم این به اصطلاح تقابل با دخالت دستگاه مذهبی و قدرت دستگاه مذهبی توی دولت رو داره و تقابل میکنه. تمام شعارها و به اصطلاح آمال و افقی رو که اصلاح سبز داشت به جامعه میداد، امسال خیلی قوی تر دوره گذشته احمدی نژاد به دست گرفته و از این زاویه شانس اینی که ما از مدت‌ها پیش گفتیم، شانس اینی که پایه سبز رو با خودش ببره به شدت براش بالاست، به شدت زیاده و از اون ور چیزی که به اسم جناح اصلاح طلب یا سبز مشهور بود، اگه نگاه بکنید امروز بی افق‌تر، بی پایه‌تر و بی نقش‌تر و بی وزن‌تر از 4 سال پیش یا 8 سال پیش یا 10 سال پیش، چه تو دعواهای درونی جناح هست و چه توی جامعه هست. و از این زاویه دعوا همون دعواست ولی جناح بندی ها عوض شده،
صفوف تغییر میکنه، پرچم ها از دست یه جناح میره یه جناح دیگه، دعوا همون دعواست ولی صفبندی ها و یارگیری ها متفاوته به طور واقعی. دلیل این تضعیف رو شما در چی میبینید؟ میگید اصلاح طلب ها ضعیف شدن، الان موجودیت آنچنانی ندارن، دلیلش چیه که میگید ضعیف شده؟ ببینید سبز با یه پرچمی توی دوره ای اومد، چه قبل از سبز اصلاح طلبان چه بعدش سبز، که تونست به طور واقعی یه بخش وسیعی از جامعه رو به خودش متوهم بکنه، با یه پرچمی اومد، با پرچم یه درجه از آزادی های سیاسی، یه درجه از آزادی های فرهنگی، یه درجه از دخالت نفوذ کم کردن نفوذ دستگاه مذهبی توی به اصطلاح سیستم حکومتی جمهوری اسلامی. ولی تمام اینها رو که نگاه بکنید توی 4 سال گذشته به تدریج از دستشون گرفته شد و به تدریج موسوی، کروبی و کل این به اصطلاح جناح سبز مدام و مدام حتی از این به اصطلاح پرچم دروغینی که به دست گرفته بودن و افقی که داشتن و مطالبه و یا عکسی که با آزادی های سیاسی و مدنی که جامعه میخواست بگیرن، با عکسی که گرفته بودن مرتب این عکس تارتر و تارتر میشد و اینا مرتب ازش فاصله میگرفتن و مرتب و مرتب قسم میخوردن که به انقلاب اسلامی متعهدن، مرتب و مرتب قسم میخوردن که به ولی فقیه به اصطلاح متعهد هستن و مرتب و مرتب تعهد خودشون رو به ولی فقیه بیشتر نشون میدادن. و در کنار اون و همزمان با اون ما شاهد این بودیم که احمدی نژاد به طور دائم پوز و فیگور و خواسته اینی که نباید در زندگی جوان ها دخالت کرد، نباید این درجه از محدودیت رو به زنان تحمیل کرد، نباید گشت سار الله توی خیابون ها حجاب مردم رو پایین بکشه و نباید، مهمترینش، نباید دستگاه مذهبی این درجه از قدرت رو توی جامعه داشته باشه و باید قانون اساسی و قانون با فرمول قانون و قانونیت وارد شد. و به طور واقعی وقتی نگاه میکنید امروز اصلاح طلبان پرچمی رو که قبلا داشتن به هیچ عنوان صاحبش نیستن، صاحبش کسی شده که همونطور که گفتم خیلی قوی تر از اونا و خیلی با پایه جدی تری تو خود بورژوازی ایران تونست اون پرچم رو از دستشون بگیره. از این زاویه امروز به شدت بی نقش و بی تأثیر و بی سیاست هستن. رفسنجانی اعلام دولت وحدت ملی میکنه، اصولگرایان خیلی سریع بهش گفتن نه و اصلاح طلبان مشخص میکنن که راست میگه، دولت وحدت ملی ما هم بیایم، همه جناح ها بیایم با هم دیگه بشینیم، چون فکر میکنن قدرت تقابل با جناح مقابل رو ندارن، دارن استقبال میکنن. خودشون هنوز حتی به این نرسیدن که آیا میخوان در انتخابات شرکت کنن یا نه. و به نظر من مسئله اصلیش اینه که با چه پرچمی، با چه پایه‌ای و با چه قدرتی میخوان در انتخابات شرکت بکنن. این سوال اصلی در مقابل خودشون دارن و به همین دلیل هنوز تصمیم قطعی رو نگرفتن که آیا در انتخابات شرکت میکنن یا نه. آذر مدرسی داریم شما؟ بله بله بفرمایید. این وسط مردم چی؟ ما در مورد جناح شما مردم، رابطه مردم انتخابات چی؟ آیا واقعا مردم این وسط نقشی دارن تو انتخابات؟ ببینید مردم توی انتخابات های جمهوری اسلامی هیچ نفعی ندارن، چون دعوایی که اونجا هست دعوا بر سر این نیست که واقعا نونی به سفره کارگر تو اون جامعه اضافه میشه، دعوا بر سر این نیست که آیا ذره ای آزادی سیاسی برای کارگر، برای زن، برای جوان، برای اون جامعه به بار میاد، دعوا بر سر این نیست که سعادتی توی اون جامعه، آیا اگر جناحی برنده بشه ذره ای از سعادت توی اون جامعه بیشتر میشه، ذره ای از رفاه، ذره ای از شادی، ذره ای از خلاصی فرهنگی توی اون جامعه متحقق میشه. در نتیجه از این زاویه این انتخابات ها به هیچ عنوان هیچ ربطی به مردم و هیچ ربطی به طبقه کارگر، هیچ ربطی به زن، جوان، پیر، کودک اون جامعه نداره. انتخابات ها برای اینه که تقسیم قدرت رو بین جناح‌های مختلف بورژوازی توی ایران تعیین بکنه. از این زاویه مردم نه فقط نفعی توش ندارن، بلکه با تمام استبدادی که توی اون جامعه حاکمه، با تمام فیلترهایی که برای انتخابات های جمهوری اسلامی میذارن، حتی اصلا امید به اینی که کسی بتونه از این تریبون حرفی برای گفتن، اگر حرفی برای گفتن داره، حرفش رو بزنه، یا اصلا حتی بتونه امیدی ببنده به اینی که انتخاباتی در جریانه، به نظر من پوچه، کاملا پوچه. و این رو مردم بیشتر از هر کسی میدونن. ولی در کنار این شاید سوال بشه، ولی ما شاهد این هستیم که مردم شرکت میکنن،
مردم ایران مثل هر جای دیگه نگاه میکنن و فکر میکنن که اگر بشه از طریق انتخابات شکافی رو ایجاد کرد، اگر بشه از طریق انتخابات امکانی رو ایجاد کرد که ابراز وجودی بیشتری بکنن، میکنن و گاهی هم مثل سال 88 واقعا متوهم میشن به اینی که کسی میتونه سعادت و آزادیشون رو براشون بیاره. در اینجا تا اونجا که به مردم برمیگرده فکر میکنم یکی از بی‌ربط‌ترین مسائل به مردم، به جامعه ایران، به طبقه کارگر، به زن، جوان، به همه و کسی که برد و باختی اگه در این انتخابات ها باشه برد و باخت بخش های مختلف بورژوازیه. مردم در این انتخابات ها همیشه بازندن، چون همیشه دعوا بر سر اینه که چگونه جامعه رو به بند بکشن و چگونه طبقه کارگر رو استثمار بکنن و چگونه امنیت بیشتری رو برای خودشون، برای ادامه حاکمیتشون به طور واقعی توی جامعه تامین بکنن. آذر مدرسی، آیا واقعا شما میگید مردم دنبال شکافی اند با این انتخاب؟ آیا واقعا امکان شکاف، میتونن مردم شکاف به وجود بیارن تو مثلا حاکمیت با انتخابات، با شرکتشون توی انتخابات؟ نه، به نظر من مردم نمیتونن هیچ وقت شکاف به وجود بیارن، ولی این امیدیه که همیشه مردم دارن، نه مردم ایران، مردم همه جا دارن. همیشه فکر میکنن که اگر اونها دخالت بکنن ممکنه شکاف بیشتر بشه و ممکنه امکانی براشون به وجود بیاد و از این امکان استفاده بکنن و از این امکان برای قوی کردن خودشون استفاده بکنن. من فکر میکنم حتی این امکان توی جمهوری اسلامی نیست، به خاطر اینی که کسانی که میتونن در انتخابات ها شرکت بکنن فاسدتر، ارتجاعیتر، گندیده‌تر از اون هستن که کسی بتونه امید داشته باشه که شکافش با جناح گندیده‌تر از خودش میتونه امکانی رو براش به وجود بیاره. من فکر میکنم به طور واقعی این یه امیده، یه توهمه، یک امید به اینی که شاید بشه کاری کرد و مردم همیشه در همه جا با این امید، با این به اصطلاح دلخوشی به خود تلاش میکنن توی انتخابات ها شرکت بکنن و سعی بکنن و فکر میکنن که میتونن مهر خودشون رو به اون انتخابات بزنن، که اگه در هر جای توهم باشه در ایران 100 برابر توهمه، چون هیچ چیزی در اون جامعه رو پایه خودش نیست و هم استبداد هم گندیدگی همه جناحایی که الان در قدرت هستن نشون داده که یه همچین امیدی واقعیه به طور واقعی. بله، این از این ور ما شاهدیم که اپوزیسیون نشست‌هایی رو داشتن تو بعضی کشورهای اروپایی، از این ور جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی خودشون آماده می‌کنن واسه انتخابات، این ور دارن آلترناتیو سازی می‌کنن که تو تحولات آینده ائتلاف بتونن به هر حال ائتلاف دارن درست می‌کنن. اپوزیسیون چه نقشی می‌تونه داشته باشه رو مردم، یا اصلا چه نقشی رو آینده وضعیتی که الان موجوده تو ایران داشته باشه؟ ببینید، اپوزیسیون یه موجودیت یک دست نیست. اپوزیسیون هم مثل جامعه ایران بخشای مختلف داره و نمایندگی طبقات مختلف و بخشای مختلف جامعه رو میکنه. تا اونجا که به یه اپوزیسیون چپ، رادیکال و کمونیست برگرده مثل ماحز به حکمتی، مثل همیشه سلاش میکنه واقعیات پشت این انتخابات رو، جدال‌هایی که پشت این انتخابات هست، بی ربطیشو به جامعه، به طبقه کارگر نشون بده و به مردم بگه نباید در این انتخابات شرکت کرد و نباید یک چنین توهینی رو به این جامعه قبول کرد که گویا زیر عبای ولایت فقیه و شورای نگهبان و صدها و صدها فیلتر امنیتی سیاسی دیگه میشه کسی در اون انتخابات به اصطلاح نمایندگی جامعه رو بکنه. کمونیست‌ها وظیفه‌شون اینه و تاریخاً این کارو کردیم و همیشه کماکان میکنیم، همیشه و همیشه باید واقعیات رو به مردم بگیم و تلاش بکنیم امیدی رو که دارن، امید واهی رو که دارن بهشون نشون بدیم که واهی و بهشون بگیم که نباید در یک همچین بازی شرکت بکنن. بخش دیگه اپوزیسیون که تفاوت بنیادی و به اصطلاح پایه‌ای و طبقاتی با جمهوری اسلامی نداره، اپوزیسیون بورژوایی ایرانه که خودتون اشاره کردید تا یه مدت قبل اینها در پی آلترناتیو سازی بودن، پشت کنفرانس برای تشکیل شورای ملی ایرانیان مثل شورای ملی لیبی و سوریه و به اصطلاح لوژرگه افغانستان میکشیدن و یه مسابقه شنیع رو راه انداخته بودن که ببینن کی میتونه از دخالت ناتو، از حمله نظامی، از فضای نظامی بیشترین استفاده رو بکنه و کی میتونه تبدیل بشه به آلترناتیو مناسب تری که ناتو و امریکا و کل ارتجاع جهانی قبولشون بکنه.
امروز که این به اصطلاح مسئله خطر حمله کمتر شده، یه دفعه این جریانات به شدت فرصت طلب و به همون درجه به نظر من فاسد شروع کردن به اینی که توی این کنفرانس آخرشون که شما اشاره کردید در پراگ گفتن که ما اصلا بحثمون آلترناتیو سازی نیست، ما نمیخوایم ایران مثل سوریه بشه، ما نمیخوایم لایجرگه درست بکنیم، بلکه خواهان انتخابات آزاد هستیم و از طریق انتخابات آزاد و مسالمت آمیز میخوایم جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. به هر حال این رنگ عوض کردن و این اپورتونیسم یکی از خصوصیات و ویژگی این بخش از اپوزیسیونه که دائما خودش رو متناسب با سیاست‌های غرب و سیاست‌ها و جدال‌های درونی جمهوری اسلامی منطبق میکنه و رنگ عوض میکنه. ولی یه نکته در این مورد به نظر من مهمه و اونم حراس همین بخش از اپوزیسیون از اعتراض رادیکال توی اون جامعه است. وقتی از تغییر غیر خشونت‌آمیز حرف میزنن، منظورشون اینه که به همون اندازه که محسن رضایی و سایر سران جمهوری اسلامی از اعتراض طبقه کارگر تو اون جامعه میترسن و هشدار میدن که دشمن دولت آتی فقر و بیکاری و به اصطلاح فلاکتیه که به جامعه تحمیل شده، اینها هم از همین میترسن و به همین دلیل هست که از انقلاب به اسم خشونت نام میبرن، از لاس زدن با جناحای جمهوری اسلامی و ابزار دست ناتو شدن و از حمله نظامی و از فضای نظامی و از همه اینها به عنوان راه‌های مسالمت آمیز برای تغییر جمهوری اسلامی حرف زدن. این بخش از اپوزیسیون رو هم اینا چه بخشی از اپوزیسیون جامعه ایران باید بشناسه و در کنار دوستان در پوزیسیونشون قرار بده و مثل همونا باشون رفتار بکنه و باید در کنار هم دیگه به اصطلاح در روی یک به اصطلاح سکو ایستادن و توی یک موقعیت هستن در مقابل جامعه ایران و مردمی که خواهان آزادی واقعی و رهایی و رفاه واقعی هستن تو اون جامعه. میشه اشاره کنید اینا چه بخشایی از اپوزیسیون هستن آذر مدرسی؟ ببینید این طیف هایی که دارن راستشو بخواد دوره گذشته تقریبا بخش اعظم اپوزیسیون وارد یک همچین میدونی شدن. یک بخششون کنفرانس های اتحاد برای دموکراسی رو میذاشتن که طیف از رضای پهلوی توش بود که عضو شورای ملی ایرانیان شد و منشور شورای ملی ایرانیان رو امضا کرد، تا جریانات جمهوری خواه، اکثریتی و مشروط طلبان، کل ناسیونالیزم و پروغرب و جریانات به اصطلاح لیبرالی که به خودشون میگن لیبرال و انواع شخصیت هایی که خودشون رو منسوب میکنن به این جریانات یا هستن با این جریانات، اینا طیف راست این بخش از اپوزیسیون رو تشکیل دادن و طیف چپش جریاناتی بودن که به اسم چپ، به اسم کمونیسم، به اسم کارگر، اونها هم همزمان امید میدادن که در دل فضای جنگی که چیزی در خودش نداشت جز این که جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و بر متن فقر و تحریم اقتصادی و بیکارسازی های وسیع احتمالاً انقلابی صورت خواهد گرفت و طبقه کارگر و جامعه میتونه توی همچین بلباشوی و زیر فشار فقر انقلاب بکنه و جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه و در نتیجه اونها هم به دنبال اینی که آلترناتیو چپ رو در مقابل آلترناتیو راست قرار بدن، اونها هم وارد همین کمپین و وارد همین سناریوی ارتجاعی شدن که ناتو بعد از سوریه ظاهرن برای همه جا داره تدارکش میبینه. بخش اعظم اپوزیسیون متاسفانه، بخش اعظمی که یه دوره دنبال سبز را افتادن، این دوره همشون به دنبال ناتو و به دنبال سناریوهای امریکا و ناتو را افتادن. بله، مرسی آذر مدرسی. شما اگه در آخر حرفی دارید، ما 5 دقیقه وقت داریم اگه جنبندی کنی بستتونو. من راستش تنها نکته‌ای که میخوام یک بار دیگه بگم اونم این هست که من فکر میکنم طبقه کارگر، تمام مردم آزادی خواهی که از دست جمهوری اسلامی به تنگ اومدن، باید خیلی با چشمای باز لابلای این الفاظ شیرین و لابلای پوزهایی رو که به خصوص اپوزیسیون میده رو بخونن و تشخیص بدن و ببینن که دوستان واقعیشون کیه. اگه کسی با دقت تعقیب بکنه، نزدیکی های بنیادی و اساسی بخش اعظم اینها رو با جناح‌های درونی جمهوری اسلامی میشه شناخت. من فکر میکنم طبقه کارگر نباید امیدی به این داشته باشه که با
دخالتش در جدال‌هایی که توی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هست میتونه فضایی رو برای خودش باز بکنه و میتونه امکانی رو برای خودش وجود داره. و فکر میکنم این انتخابات رو باید گذاشت کسانی که ازش نفع میبرن و از دست به دست شدن قدرت تو بخش‌های مختلف بورژوازی نفع میبرن، اونا درش شرکت بکنن. کسی که از دست به دست شدن قدرت نفع نمیبره و براش فرقی نمیکنه ناسیونالیسم کرد، بورژوازی کرد در قدرت سهیم شده باشه یا نشده باشه، بورژوازی ترک در قدرت سهیم شده باشه یا نه، بخش خصوصی و بخش دولتی در هم دیگه ادغام شدن یا نه، فرقی براش نمیکنه. نتیجه حاکمیت همشون براش استبداد و استثماره. نباید در این انتخابات شرکت بکنن و باید همه همطبقه‌هاشون رو فراخوان بدن به اینی که نباید در یک همچین بازی کثیفی که بین بورژوازی هست دخالت کرد و به سیاهی لشکر هیچ جناحی تبدیل شد. نباید اشتباه 88 رو یک بار دیگه تکرار کرد. خیلی ممنون نظر مدرسی از وقتی که در اختیارمون گذاشتی. خیلی متشکرم. مرسی. ممنون هستم. مرسی.